استنداپ کمدی بودبودک با موضوع بازی آغاز می شود. ابتدا خاله تهرانی از گروه اشرت. مادری من در 65 سالگی من کاملا اتفاقی زایید. بنده خدا همیشه باردار بود. من هیچ وقت اونه بدون بار ندیدم. آقام خیلی از مادرم بچه به وجود آورد. موقعی هم که مادرم داشت می مرد باز به وجود آورد بعد مرد. هر وقت منه ده هم مام میشست مثل گربه منه دندان میگرفت. هر دفعه یه دن از دنداناش میشکست فرو میرفت یه جای من. اصلا هم حواسش نبود که جاره دندان میگیرد دیگه. من کلن در زندگیم بازی فکری نکردم. از وقتی هم که احمد آقا منه گرفت بازی های فکری نمیکرد با من. خیلی سخت بود بازی های احمد آقا. مرسی اوبتی. اوبتی چون خیلی عالی بود و حالا منیجه از گروه من اجرا میکنه. اون موقع ها اصلا بازی فکری بلد نبودن کی. الان است که سمه دانم روبیک و این چیزا آمده است. ذهن باز میکند، درس بچه ها را بهتر میکند، تمرکز و هوش بچه را بالا میبرد، پرخاشگری دور میکند. من از اول بدبخت بودم. زمان بچگی با همین آقا چیز جان هم بازی بودیم، دکتر بازی میکردیم، تاپ تاپ خمیر بود، یه سری داشتیم یه بازی میکردیم که از روی فامیلیا شغل پدر بزرگ ما نه حدس بزنیم. خب چیز جان اسم فامیلی چیز جان چیزداریان بود. خب من شغل پدر بزرگ ست چی باز بگفتم؟ اصلا روم نمیشد بگم، نباختم بازی. من رقیبم فقط میسم درویش آمپول بد بدن چقر است نه اینا. چیز جان هستم از گروه کازم. ما یه دانه بازی خانوادگی داشتیم که همه دور می نشستیم پاهامونه باز میکردیم، یه دانه توپ به چلتیکه آقام ول مداد وسط ما، هر کی پاهاش نمی بست توپ مرفت و گل میشد و طرف میشد بازنده. یه سری من و آقام و مادرم داشتیم بازی میکردیم. 8 سالم بود. اولش خیلی آرام بازی شروع شد، اما یهو وسط بازی آقام با مادرم دعواشون شد. آقام یهو محکم توپ پرت کرد سمت من، من تا پامه ببندم گل شد. ایه عابد زادم بود تور دروازش پارهمه شد. بعد از اون من به عنوان ناتوان جسمی به جامعه معرفی شدم. به چیز جمعی نمیدم چون خیلی بیادبی بود. نه همشون عالی بودن. من تازه میکنم واسه کیوان روبیک بکارم. من میگم یخت ظرفیتمون توی طنز بالا ببریم. نتیجه مسابقه این که ما فهمیدیم بازی‌های فکری مثل روبیک بطار دور هم جمع میکند. یخت از این موبایل و تبلت دور میکند. در ضمن خنداندن هنر است. شاعر میگد ز حق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی. چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی.